یک انسان چقدر میتونه دوست دختر و دوست پسر داشته باشه؟ همزمان؟ وقتی آدم مشهوری باشه. نه، آدمای عادی نه، آدم مشهوری باشه. معمولا آدمای مشهور بالاخره خواهان زیاد دارن. خب. ولی چه خانم چه آقا چقدر میتونه؟ والا من یعنی که هنرمند واقعی باشه، چه طرف موزیسین باشه، چه خواننده باشه، چه کارگردان باشه، درسته. چه گوینده باشه، یک آورای رو، یک حاله رو به آدم میده که این حاله جذابه. درسته. برای آدم‌های معمولی که این امکان رو ندارن که احساسات خودشون رو به وسیله هنر، حتی یک نویسنده، حتی یک خبرنگار، بله، ندارن که احساسات خودشون رو، افکار خودشون رو باز بکنن، جذب این حاله میشن و یک دنیای دیگه هست. دنیای هنری با زندگی معمولی خیلی فرق داره. یه دنیایی هستش که مرزهاش خیلی گسترده تر هستن، به خاطر اینکه هنر مرز نداره. هنر فرهنگ ها ساخته، هنر انقلاب ها به وجود آورده، هنر دنیاها رو متحول کرده، هنر قدرت داره. درسته. و این قدرت در وجود اون آدمهایی که هنرمند هستن هستش. و من فکر میکنم اینا جذب این هنرمند میشن و حاضرن به هر دلیلی، به خاطر اینکه آیدول خودشونو میبینن توی اون شخص، یا اینکه فکر میکنن که اون شخص بازگوی احساسات خودشون هستش، با کلامی که میگه، با شعری که میگه، با گویندگی که میکنه، با برنامه که ایرای میده جذب میشن. و در دنیای هنری این رنگم حالی رکسانا رنگ و رنگه، هیچ رنگ ثابتی نداره. نه اصلا رنگ ثابت نداره، همه رنگا رو با هم تو سفره داره. از اول که وارد این کار شده یا اصلا کار اخلاقیاتش اینه؟ نه خب اول مثلا من یادم موقع 10 سالم بود خیلی یه دونه حال داشتی، کافکاخون و صادق هدایت خون بودم. بله. و بلک بود حالم. بله. یعنی با اینکه در دنیای هنری بودم یک دنیای شاد بود، ولی خودم آدم بسیار نگاتیو و سیاهی بودم. حتی روی آینه میستوالتم بچه بودم نوشته بودم در زندگی زخم هایی هست و بلا بلا، شما میدونید دیگه خودتون. نه چرا، یه زمانی سیاه بودم، حتی یه زمانی سفید بودم، موقعی گیاهخوار شدم در آلمان. بره. سفید سفید بودم، همه چیز صلح بود، همه چیز خوب بود. ولی خب به طور کلی رکسانا رنگ و رنگه. رکسانا رنگ و رنگه. رکسانا رنگ. از اتاق فرمان هم من میگن هنوز حاله قرمز نیومده. هنوز حاله قرمز نیومده. حاله قرمز اینجا هست، رد لایت. بله اینکه هستش، این خیلی خطرناکتر از اون حاله است. بله. کارهای زیادی انجام دادی. خب یکی از بهترین کاراتو که بخوای من الان ازت سوال کنم، یکی از دوستا بیرون سوال بکنه بعضی داره تو، خواهش میکنم. رکسانا متشکرم، مرسی، خواهش میکنم. من توی اروپا اولین خواننده ایرانی بودم که ویدیو کلیپ هم از کانال میوزیک چنل ویوا که در حقیقت مثل MTV هستش. و شما بازی کردن یا خواندید؟ نه، من ترانه داشتم، ویدیو کلیپی داشتم که از ویوا پخش میشد به زبان فارسی با یک گروه آلمانی آمریکایی، برادر تو برادر. بله. و این ویدیو کلیپ توسط آلمانیا درست شده بود و این ویدیو کلیپ از ویوا پخش میشد. بار اولی که این ویدیو کلیپ از ویوا پخش شد، من خیلی خیلی خوشحال بودم و این ترانه وارد چارتس ورلد میوزیک شد. باریکالله. تا شماره 13 رفت این ترانه تو خیلی کامپلیشن های مختلف در کشورهای مختلف، اتریش، مالزی، فرانسه رفتش. با وجود اینکه هیچ بک‌گراند و حمایتی از جامعه هموطن خودم نداشتم، کامپلیت با اروپایی‌ها کار میکردم، این فکر میکنم یه لحظه بود که خیلی احساس خوشحالی کردم. من فکر میکنم 10 بود، برای یک سری کنسرت هایی برای باشگاه شرکت نفت به جنوب ایران، اهواز و آبادان و دیگه شهر رفتیم. بعد ما با هواپیما خصوصی رفتیم اونجا، پیاده خب. شدیم، بعد با هلیکوپتر ما رو اومدن بردن هتل. درست. از هتل شب برای برنامه با هلیکوپتر بردن سر برنامه. خب. و من با خیلی از هنرمندان اون موقع کنسرت رفته بودم، ولی خانم هایده رو لایو ندیده بودم. خودم خیلی مثلا پینک فلوید گوش میدادم و خب. گروه های خارجی، فرهاد و فریدون فروغی، اهل موسیقی اصل ایرانی و یا موسیقی پاپ ایرانی نبودم. خانم هایده تو یک باقی میکروفون رو گذاشت و رفت وسط باق، شروع کرد به خوندن.
من اون موقع تحت تاثیر اوج صدای این خانم قرار گرفتم. اینم یکی از لذت. شما خودتون هم میخونید؟ من خودم هم میخوندم ولی حالا نه واقعا حالا نواری دادیم بیرون با این وضعیتی که دارین میگین. نواری آهنگی ترانه آقای کارگردان از انقلاب ترانه‌ای داشتم از آقای واسقی از سیاوش قمیشی اولین ترانه‌ای که در سن تینیجری بعد از اینکه سویچ کردم از برنامه کودک به برنامه تینیجری کمپانی آونگ آقای وارتون آوانسیان که بله. لس آنجلس بله. هستن یک کستینگ داشتن در بین 3000 خواننده که صداشون رو برای امتحان داده بودن آقای سیاوش قمیشی صدای من پسندیدن و ترانه‌ای به اسم هوای باغ برای من ساختن که ما اون موقع ضبط کردیم بودش. من تو میگم اون موقع مثلا آقای قربانی میخواستن که منو خواننده بکنم ولی من سنم خیلی کم بود درسته. و تحت پوشش مادرم بودم و مادرم خیلی سختگیر بود. میبینم سختگیر بوده ماشاءالله اینقدر خوش. اگر نبود دیگه چی میشد؟